مرحله شیرین پانتومیم امدادی از مجری خواهش میکنم بیاد اینجا کنار من بیست. خیلی سخت نیست. خواهش میکنم تشریف بیارید. زمانشون رو باز کنید. برگردید. تموم شد. برگردید لطفاً هر دو نفر. بفرمایید. عالی بود. برگردید اینجا بیستید. خواهش میکنم سرتا کنم. برگردید. آفرین. برگردید. عالی شد. برگردید خواهش میکنم. فرصت دارید یه بار دیگه اجرا کنید بتونن درست هست. زنده باد. تایمتون تموم. دوستان همه رو به این طرف بیستید. بفرمایید چی متوجه شدید؟ یه لحظه فکر کنید. چیزی دستگیرم داشت بگم آش یا یه چیزی رو هم زد. خب این هم که کرم نمیدونم چیزی متوجه نشد. یعنی چی مثلا کرم در آش؟ بیستی در قبطر خواهشی بفهم. شما چی متوجه شدی؟ همراه یا هم همراه چی؟ آخه نیومد کامل نفهمیدم. نه نه هم این چی بود؟ همراه شما چی فهمیدین؟ هم دوران. هم دوران شما؟ حالا من حدسی ندارم. باشه اشکال نداره. شما چی متوجه شد؟ من فکر میکنم هواکش یا یه بخار یه همچین چیزی متوجه شد. هواکش شما؟ احساسم اول یه شیشه ای رو نشون داد که از داخلش رفتش بالا یه چیزی بخار رفتش یا نمیدونم رفتش توی اتمسفر. از توی شیشه ای رفت بالا. چون اول اینجوری نشون داد. این چی بود؟ بچه این چی هم جان؟ هم 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 دوران نمیدونم هما همایش همایش به افتخارشون یه دست بذاریم. باریک شد. نه سه کنیتون خواهش هم بود پس بود آش، مار، کرم، همایش، همدوران، شیشه دوجه‌دارهی که یه بخار ازش رفت بالا. مثل یه چیزی مثلا بخار نه، فرق میکنه، اتمسفر یا شیشه بخار. شیشه را آخه نشون داد. شما یه بار دیگه سرکار خواهیم، تشبیه نجرا کنید، همه ببینن. اگر گروه دو حدس بزنه، الان بگه چی متوجه شده، اجازه بدین یه بار دیگه اجرا کنن، اگه بچه. خب اینجوری انجام بده. باریکلا به افتخارشون دست. نوبت گروه دو لطفا نمایندهش بیاد کنار من. نورمال دیدم.
بریم، فرصت نیست. بعد از اینکه تموم شد تشریف ببرید. بفرمایید، زمانشون رو باز کنید. بفرمایید. آفرین. آفرین، برگردیم. زنده باد. صحبت شماست. کشتیش، بلش کن. بعدی تا وقت هست سریع اجرا کن، داره تموم میشه. 5، 4، 3، 2، 1. خوب گفت. برای تو این زمان کم بتونید انقدر خوب نتیجه بگیرید یعنی که با هم تمرین داشتید. عزیزم برگردید رو به این طرف لطفاً. بفرمایید شما چی متوجه شد؟ کارگر معدن. کارگر معدن، از کجا معدنش رو فهمیدی؟ یا کارگر معدن یا سنگ تراش. سنگ تراش. شما؟ اگر اشتباه نکنم نجار. نجار. شما؟ هرس درخت. قطع کردن درخت. خب هرس و قطع کردن درخت. شما؟ راه چاره. داداش این با چوب داری میزنی چه راه چاره ای آخه؟ راه چارت اینه زدن یارو. اینی که اجرا میکرد میزد چی بود؟ چی رو میزدی پس راه چاره؟ میتونه کار باشه، میتونه یکی از کارا باشه. باشه. شما؟ کار خسته کننده. توجه کن داری یه نفر رو میزنه. خوب نکته با چوب داره یه نفر رو میزنه، این چه کاریه؟ دعوا کردن میتونه باشه تو اون. دلم نمیخواد سریع ازش بگذریم چون دارید نزدیک میشید. چه جوری داره با چوب یه نفر رو میزنه؟ اینجوری. به من چیزی که رسید این بود. پس چرا گفتی؟ چی گفتی شما؟ من هرس درخت، اینو درخت در نظر گرفتم و این تبری که داره قطع میکنه چون خوب. یه نشونه ای داشت خوب. از قبل داشتیمش. داره یه نفر رو با چوب میزنه، یعنی اون یه آدمیه که داره با چوب کتک میخوره. کتکش میزنه. شما چی متوجه؟ دو تا کلمه بود که پشت سر هم بود، این اجراشو من انجام میدادیم و اینکه این کاریه که پر استرس و پر اضطراب به نظر من میتونه باشه. حالا هم من دو تا چیز برداشت میکنم، هم خرابکاری کردن، هم همون کارگر معدنه که با یه استرس. اگر خانم جواب بدن 300 امتیاز بهش. اجرا کردن اولش دیگه. آخر شد اون بعد ما نمیدیدیم. یه بار دیگه بیا اجرا کن. همونو اجرا کنی. درسته چی؟ خانوما میخواد. همون زحمتی که برای تو هدیه میخواد اجرا کنی. برای ما اشکال نداره. بیا اگه اول نوبت آقایون، اگر آقایون حد زدن. نه الان شما بچه‌هاتون هم حد بزنن که امتیازی نمیگیرید. چون یه بار ببینیم خانوما میتونن حد بزنن. شاید بگیریم. رو به خانوما اجراش. قطع کرده؟ آه کی گفت قطع کردن؟ قطع نه این نیست. خب چون یه کاری کرده قشنگ بود. خرابکاریه. این دو کلمه رو بگو. یه لحظه مانی. یه بار دیگه گو کردن. نه اول عذاب وجدان.